بینندگان عزیز، شب گذشته در برنامه خروش بهمن در خدمت آقای مهدی برائی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران بودیم و سوالاتی رو پرسیدیم و امشب در ادامه اون سوالات، سوالات بعدی رو خدمتون مطرح میکنم. خواهش می‌کنم. خیلی خوش اومدیم مجددا آقای برائی به استودیو. خیلی ممنون. بله، ببینید، از فردای روی کار آمدن خمینی در ایران مشاهد رویارویی مجاهدین با خمینی هستیم و این اون صحنه‌ایه که ما شاهدیم از همون موقع تا الان خوب ادامه پیدا کرده در برابر این رژیم. کلا سازمان چه خطی رو و چه استراتژی رو در برابر خمینی پیش گرفته بود و این استراتژی تا الان به چه صورت پیش رفته؟ به شما عرض کنم که ببینید، ما از اون اول که بنیانگذاران سازمان رو تأسیس کردن، یک جنگ واقعی و اساسی با خمینی داشتیم. بنیانگذاران از بنیانگذاری سازمان، بله، سازمانی که تأسیس شد یک اسلام انقلابی رو آورد. با آخوندها گفت این اسلام شما نیست، اسلام ارتشی. در واقع بانک اونا زده شد و خمینی دشمن اصلی شد. جدی شد، حتی قبل از عنصر سیاسی به لحاظ ایدئولوژیک میدید، رقیب اصلیش رو مجاهدین میدید، رقیب اصلیش رو. چون خودش رو میگه، گفتم آقا تو نیستی به عنوان مسلمان اسلام، تو یک اسلام ارتجایی رو میگونی. و همین دلیلم اگه دقت کرده باشید بعد از سال 57 خمینی میگفت این رویارویی با شخص خود خمینی بود یا با با جریانات ارتجایی که در بعد از سال بعد از انقلاب این واقعیت پیدا کرد از روز اول. و به همین خاطر خمینی بالاترین دشمنیش با مجاهدین قبل از هر چیز سر اسلام بود، به دلیل اسلام انقلابی که مجاهدین میگفتن در مقابل اسلام ارتجاعی اون. و به همین خاطر اون ضدیت هیستریک و دیوانه وارش با مجاهدین بر سر قدم اول این بود. اون میگفت اسلام، اون میگفت حکومت اسلامی، مجاهدین میگفتن اسلام انقلابی، اون میگفت آقا حکومت اسلامی یعنی یک حکومت ولایت فقیه، یعنی همون اسلام ارتجایی، میخواد اینو برقرار بکنه. از روز اولم میگفت، میگفت نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. اون از سر کار میگفت انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی. سازمان مجاهدین میگفتن اسلام انقلابی، یعنی میگفتن آقا این اسلام تو که میگه حکومت اسلامی، اسلام ارتجایی، تو میخوای فاشیسم برقرار کنی. اگر اسلام انقلابی میگه بالاترین آزادی رو به مردم میده و حاکمیت مردم رو به رسمیت میشناسه، نه حاکمیت ولایت فقیه رو، نه شکنجه، نه دستگیری، نه سرکوب، نه اعدام، نه سرکوب زنان. مجاهدین که رهبری سازمان یعنی برادر مسعود در همون زمان در مقابل این ارتجاع ایستاد. اگه خاطرتون باشه در 4 بهمن سال 1357 اولین سخنرانی برادر توی دانشگاه تهران تو مسجد دانشگاه بود. قبل از 22 بهمن، قبل از 22 بهمن اومد گفتش که به شما عرض کنم ما نیومدیم جریان خود به خودی رو تایید بکنیم. یعنی تو همون موقع میدونید خمینی خیلی رو عرش بود دیگه، میگفتن عکسش هم تو ماه میدن. در افتادن با خمینی به اون صورت و در اون دران واقعا یه شاهکار، یک جسارت ایدئولوژی بالا تر میخواد. همه میرفتن همه جا درود و سرود بر خمینی بود، همه متوجه شدن، میفهمیدن بینه و این که باید چی باشه. در همونجا برادر گفت یک انقلاب دموکراتیک در مقابل حکومت ارتجاعی که خمینی میگفت. حکومت دموکراتیک یعنی حکومت مردم، یعنی مردم بر مردم در نوشن میکنن. خب این وضعیت وجود داشت. اگر بگم که خمینی انقلاب ایران رو سر برید زب کرد، در واقع مجاهدین به رهبری برادر مسعود اومد این انقلاب رو زنده نگه داشت، نگذاشت بمیره، نگذاشت و اجازه نداد که این خمینی بتونه این انقلاب رو سر ببره بره. اگرچه کشتار، هر چیزی، اعدام، شکنجه، برچسب های مختلف، کم از روز اول شالاتان یک دجال تمام عیار با دروغ های چیز، خاطرتون هست
وقتی مجاهدین رو شکنجه میکردن تو زندان، یه کمیته تشکیل شد و همه سر و صدا کرد. رفتن اومدن گفتن آقا درسته این شکنجه میشه مجاهدین، اما دجال زمان اومد گفت نه اینطوری نیست، مجاهدین خودشونو شکنجه میکنن تا بگن تو جمهوری اسلامی شکنجه هست. این یه اون اوج دجالیت و اوج دناعت و پستی. به همین دلیل از روز اول این رویارویی بین رهبری مجاهدین و برادر مسعود، از اون طرف هم خمینی وجود داشت. اول رویارویی مجاهدین که در صحنه مشخص بود بر سر رفراندوم بود. رفراندوم خمینی، اتفاقا خمینی یک از ویژگی های یا بگم از شگرد های دیگه خمینی این بود، چون اول که انقلاب شده بود مردم اون شور انقلابی علیه رژیم دیکتاتوری رو داشتن که سرنگون شده بود، خب اینا هم گفتن تو ما خود تجالیت، اینه که میخواست از این فرصت استفاده کنه و خواسته های خودش رو سریعا به کرسی بنشونه. زمان از دست نمیداد، فرصت نمیداد. به همین طرف یه طرف نعره دربده میکشید، از یک طرف با دروغ و دجالیت، از یک طرف با اون چماق داراش و اینا حمله میکردن به هر کسی باهاش مخالفن، جبه روب و وحشت ایجاد کرده بود. این رفراندوم هم که هنوز در شرایطی میخواست برگزار بشه، شور انقلابی تو جامعه تو مردم با رفتن شاه بالا بود و خمینی میخواست از این فرصت و از این وضعیت استفاده کنه، در واقع موج سواری کنه. به همین دلیل تو ده فروردین 1158 این رفراندوم برگزار شد. در پایان هم اون موقع دولت بازرگان این رفراندوم رو برگزار کرد که گفتش 98% شرکت کردن تو اینجا و بیش از 97% به جمهوری اسلامی رأی دادن. اون چیز شده. اما دجالیت خمینی اینجا چی بود؟ در واقع میگفتش که آقا مخیر کرده و شرکت کننده هایی که شرکت میکنن بین رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی، و برای اینم تبلیغات گسترده‌ای کردش، حزب الله یاش به صحنه آوردن، بوی چماقداراشو چیز کرد که بتونه این چیز بکنه و هر جور مخالفتی هم میشد با این حرف ترکوب میشد. یعنی اگر کسی به جمهوری اسلامی رأی مخالف میداد، معناش این بود که گویا با میخواد برگرده به رژیم سلطنتی، در صورتی که رژیم سلطنتی که مدفون شده بود، جایی نداشت دیگه. سوالی مطرح نبود در این مورد، سوالی مطرح نبود، ولی به این وسیله دجالیت. در هم موقع هم سازمان اعتراض کرد، چون معتقد بود به یک جمهوری دموکراتیک. مرحله بعدش هم قرار بود طبق همون چیزی که دولت بازرگانشو مخیر کرده بود که مجلس مؤسسان تشکیل بده، چون دید اگر مجلس مؤسسان رو تشکیل بده نمیتونه این حاکمیت ولایت فقیه رو برقرار کنه، اصل ولایت فقیه رو در مجلس مؤسسان پیش ببره. چون مجلس مؤسسان اگر میخواست تشکیل بشه، مثلا فرض کنید 200-300 تا نماینده داشت از اقشار مختلف جامعه، خب وقتی میخواد اصل ولایت فقیه بیاره، حداقل 2/3 بعد نماینده ها رأی میدادن، معلوم بود که رأی نمیدن، نمیخواد. پیشاپیش معلوم بود که مردوده. توطئه‌اش در اینجا این بود که به جای مجلس مؤسسان اومد مجلس خبرگان رو علم کرد، گفت چون ما میخواهیم جمهوری اسلامی برقرار کنیم، در نتیجه خبره های دین باید بیان توی مجلس. تعدادم از معمولا مجلس مؤسسان بین حتی مقایسه میشد با مجلس مؤسسان زمان مشروطه که از تمام اقشار بودن، آخوندها یه تعداد مشخصی بود. در جالیتش اینجا تو پاریس ازش سوال کردن آیا آخوندها میخوان حکومت کنن، گفت نه تمام اقشار جامعه. ولی وقتی به سر به زنگاه رسیدن گفتن که مجلس مؤسسان، معنی این که مجلس مؤسسان هم خودش گفت اسمشو خبرگان. خبرگان یعنی همون کسانی که به قول خودش خبره دینن، یعنی میتونن پای ولایت فقیه رو صفر کنن. 75 تا نماینده از آخونداش اومد، چند تا نمایشه دیگه راه داد، تمام جریانات رو حذف کرد، اجازه نداد که چیز بکنه. بابا تقلب حتی سازمان در همون زمان یه جبهه تشکیل داد، جبهه مقابل رژیم خمینی از نیروهای ترقی‌خواه، ولی اجازه نداد که کم یک نفرم وارد مجلسش بشه.
در نتیجه با این مجلس خوندن که اساساً آخوندهای دستچین شده خودش بودن و انتخاب شده بودن، اینه که تونست مجلس توش اون قانون اساسی باب طبع خودش رو بیرون بیاره. همون طرح و برنامه‌ای که به مهندس بازرگان داده بود، گفته بود یک رفراندوم، دو بر تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی. تدوین قانون اساسیش هم همین بود که در اومد، چون از یکی از افتخارات بالای سازمان به رهبری برادر ایستادن در مقابل قانون اساسی رژیم ولایت فقیه بود. مهر نکرد در موقع این تصمیم، بقایت یک تصمیم، میدونستیم تصمیم خیلی از یک طرف شجاعانه ایدئولوژیک، از اون طرف معلوم بود خشم خمینی رو در میاره. به اعلام شد ما تو اینجا یه قانون اساسی با قابل قبول نیست، چون اصل دیکتاتوری رو کردن تو مهر تایید بود. خیلی اومدن گفتن آقا بیا شرکت بکنید، خب این قانون ما ماده هاشو قبول نداریم، یه عده میگفتن الان بیام شرکت کنیم بعد دوباره چیز میکنیم. سازمان نرفت پشتش و قبول نکرد. واقعا اینا شاهکارهای تاریخ، فرازهای تاریخ مردم ایرانه که تونست شرایطی که خمینی در واقع خمینی حاکم بود، تمام رژیمش چیز بود، سازمان هم خب معلوم بود دست خالی چیزی نداشت که تو پایگاهش بود. و میدونی خشم خمینی رو در میاد همون موقعی که ما در مقابل رفراندومش وایساده، چیز فکر کنم در 15 تیر 58 بود، خمینی نوار مخفیانه پخش کرد، صدا کرد در مورد مجاهدین و در واقع اعلام جنگ کرد با مجاهدین در اون نوار. اینه تمام پاسدارش پخش شد. بلافاصله بعد از اونم حمله شد به مراکز. سازمان میدونه چه قیمتی داره میده. اینجا هم هست یک جریان انقلابی مردمی شناخته میشه که نمیخواد بر موج سوار بشه، میخواد منافع مردم حفظ بکنه. تسلیم نمیشه در مقابل دیکتاتوری، تسلیم نمیشه در مقابل یک فاشیسم. میدونه عواقبش هم چیه. همون موقع که در مقابل رفراندوم رژیم و خبرگان که چیز شدش، خمینی خشمش در اومد. معلوم بود خیلی از مقررات ما، میدونید تا ته دو سال سازمان نزدیک هزار، بیش از هزار نفر ازش دستگیر، دفاع سیاسی هزار نفر دستگیر شدن، به حدود فکر کنم 50 تا 100 نفر هم شهید داده بودیم. هر روز سازمان در خیابونا زخمی داشت، به مراکز حمله میشد، پاسدارا در امان نمونیم. ولی خب قیمت و بهای سنگین بود که باید پرداخته میشد. و با این ایستادن در مقابل قانون اساسی رژیم خمینی میدونستیم چه قیمت داریم، ولی ایستاد و خب نامشروع کرد این قانون اساسی شو. مهمترین سرفصل این دوران کاندید شدن برادر مسعود به عنوان رئیس جمهور بود بر اساس قانون اساسی خودش. به محض اینکه برادر مسعود اعلام شد کاندید ریاست جمهوری، تمام جریانات مترقی، جریانات مردمی اومدن پشت در تمام جا، در سراسر ایران اصلا ولوله ای شد، حتی تو کردستان و تو ملیت های مختلف حمایت کرد. خب این ترسید، وحشت کرد، اومد تحت این عنوان که هنوز کسی که به قانون اساسی رأی ندیده نمیتونه رئیس جمهور بشه. وقتی این محبوبیت و این گستردگی حمایت رو دید، میدونست رژیمش جارو میشه با این وضعیت، اومد خمینی حکم داد کسی که به قانون اساسی رأی نده نمیتونه کاندید بشه. به این وسیله برادرم خوب از صحنه خارج کرد، اومد و موضع گیری تو دانشگاه تهران رو کردش سال 58 به نام آینده انقلاب و حرفاش اونجا زد. در اون اجتماع یک اجتماع عظیمی بود که کل دانشگاه تهران، خیابانهای اطراف همه پر شد، چون واقعا اونجا حمایت بسیار گسترده‌ای تو جوونا، قشر سیاد چیز، جریانات روشن فکری تو مردم، تو جامعه، گفتم همینطور گفتم تو کردستان، اقشار مختلف، ملیت ها، زنان، مردان، تمام اومدن حمایت گسترده کردن. این پروسه ای که رژیم دقت میکنه با سیاست سرکوب، حذف و دجالیت، اومد اون ماده های خود شد، رژیم شو در واقع به ظاهر قانونی کرد و رفراندوم شو گذاشت جمهوری اسلامی شو خمینی چیز. ولی در این جبهه همطور که توضیح دادم ساکت نبود. این اجازه ندادن که خمینی بتونه از مشروعیت برخوردار بشه و یه مقاومتی مقابل شکل گرفت.
چه در فاز سیاسی که هنوز امکان داشت فعالیت سیاسی، چون در فاز سیاسی هم سازمان چیز میکرد با هدف این که از یک طرف بتونه افشا کنه سیاست های رژیم خمینی رو که نتونه با اون سرعت به سمت دیکتاتوری و فاشیزم بره و از اون طرف یک مبارزه رو شکل بده در مقابل رژیم خمینی، یک سیاست افشاگرانه مورد سیاسی در مورد ماهیت این بود و بعدش این پروسه ادامه پیدا کرد. ولی مقاومت ادامه پیدا کرد در مقابل این رژیم و رژیم رو کاملا نامشروع کرد. یکی از سرفصل ها و شاهکارهای دیگه سازمان، چون جنگ ضد میهنی بود در تاریخچه این مبارزه مردم ما و تشکیل آلترناتیو بود در سال 60 برادر در تهران اعلام شورای ملی مقاومت کردند، بعد پرواز به پاریس و شناسوندن این آلترناتیو در مقابل رژیم دیکتاتوری بود و این پرچم علم بلند شد که در مقابل اون اسلام ارتجاعی یک اسلام دموکراتیک وجود داره که بر پایه حق آزادیه و آزادی مردم و حاکمیت مردمه و این گسترده مورد حمایت و محبوبیت قرار گرفت هم در داخل ایران هم در و مشخص شد که آقا این رژیم رژیم نامشروعی است و مبارزش ادامه پیدا کرد و اومد طرح شورای ملی، طرح صلح رو ارائه داد و جنگ افروزی خمینی، چون واقعا این جنگ قابل پیشگیری بود. درسته عراق حمله کرد به ایران ولی زمینه‌هاش رو قبلش رژیم خمینی فراهم کرده بود، چون با اون رژیمی بود که رو دو تا پایه سوار کرده بود هویت خودشو، یکی مسئله سرکوب داخل، یکی جنگ افروزی، تروریسم، صدور بنیادگرایی. رو این دو تا پایه کارشو پیش می‌برد. در جنگ به خصوص بعد از رفتن نیروهای عراقی از داخل ایران، این جنگ قابل چیز بود، توقف بود، میتونست پیشگیری کنه و ایستادن برخلاف اون افرادی که به ظاهر ملی ولی ضد ملی و ضد میهنی بودن و میگفتن این یک جنگ میهنیه، این یک جنگ ضد ملی و ضد میهنی بود. به صورتی که بعد از مرگ خمینی همه میخواستن تقصیر یک تقصیر دیگری بندادن، اومدن گفتن بعد از مرگ خمینی رفسنجانی خودش اومد، اون تصمیم خمینی بود، ما نه جنگ نمیخواستیم، همه تبری اینجا سر از این جنگ، چون یک جنگ ضد ملی و ضد میهنی بود. کسی که در مقابل این جنگ ایستاد و طرح صلحی رو ارائه داد و صلح رو چه در سطح بین المللی چه در داخل ایران اینو اجتماعی کرد و سیاسی کرد، گفت آقا یه جایی وجود داره، ولی خب این نه که بر اساس هم ماهیتش میخواست جنگ طلبی کنه، میخواست ارتجاعش رو پیش ببره، چون هویتش و واقعیتش این بود، کوتاه نمود، چون شورای امنیت آتش بس داده بود، عراق هم آتش بس رو پذیرفته بود ولی تن به آدم. تا اینکه برادر با اون خواهر مریم با پرواز تاریخ سازشون به عراق و تشکیل ارتش آزادی بخش تونستن ماشین جنگی رژیم رو در هم بشکنه، ارتش آزادی بخش قدرت، که خمینی مجبور شد در نهایت زهر آتش بس بخوره و خودش هم گفت من نخواهم گفت علت چی بوده، هیچ وقت هم نگفتش، چون میدونست همون روز که شعار بودش امروز مهران فردا تهران در همین رابطه بودش و میدونست به خوبی این مسئله رو و ما در هم شکستیم. بله این روی رویی که ازش صحبت کردیم و مراحلی که طی کرده الان در چه موقعیتی قرار داره؟ والا الان به شما عرض کنم که خب خودتون شاهد هستید، الان فکر کنم وضعیت رژیم خیلی گویاست، از یک طرف با بحران‌های مواجهه که براش لاعلاج درمان نداره، در رأس رژیم هم جنگ گورکاس که هر روز بیشتر هم دیگر رو میدنن، یعنی بحران های لاعلاجه. از اون طرف تا دیروز که سیاست مماشات به مدد رژیم هم در مد، امروز هم حداقل در سیاست آمریکا یه سیاست با شکست مواجه شد و دیگه سیاست مماشات هم امدادهای غیبی وجود نداره. وضعیت اصف باید اون چه به داخل مردم برمیگرد، قیام مردمه، به خوبی دیدیم در قیام آبان ماه، در قیام دی ماه
که چگونه مردم علیه این قیام رژیم شورش کردن، شورش برای سرنگونی این رژیم. یعنی همطور که حتی خود روحانی رئیس جمهور ارتجاع رژیم میگفت ما تا یه 40 سال تا کنون با این بحرانی به این شکل مواجه نبودیم. شاید بودید گفت صحبت کرده آنه. خودش یعنی چی؟ خب به ظاهر اقتصادیه ولی به واقع با بحران قیام سرنگون کننده مواجهه. رژیم هم خودش میفهمه در آستانه سرنگونی چون هیچ راهی وجود نداره، اگرچه با شعر و شعار و نمیدونم اینطور چیزا تبلیغات دروغی تلاش میکنه طوری جلوه بده که اوضاع به نفعش. از اون طرف یک مقاومتی است، مجاهدین آلترناتیو، تنها آلترناتیو که مجاهده هم نیروی محوری این هستن در صحنه در مقابل این رژیم وجود داره و رهبری میکنه این جنبش رو. به طور مشخص خود خرمریم برادر مسعود در رأس این مقاومت دارن جنگ با این رژیم رو پیش میبرن و به شما عرض کنم که کاملا برخلاف چیز یک آلترناتیوی با یک برنامه مشخصی وجود داره. در داخل ایرانم اون قیام مردم در نوک پیکانش کانونهای شورشی هستند که واقع جلودار، پرچمدار و هدایت کننده و به شما عرض کنم شاخص گذاری شده برای چیزه. به همین دلیل هم میبینیم در قیام استمرار پیدا کرد. هر بار که قیام میشه خمینی برای تبلیغاتش و خود خامنه‌ای میگن تموم شد دیگه خبری نیست، ولی میبینیم بعدش قیام. از قیام 96 که شروع شد در واقع شاهد هستیم، اگرچه مقطعی متوقف میشه ولی قیام سر باز ایستادن نداره به دلیل یک این وضعیت انفجاری جامعه، از طرف دیگه جلوداری کانون‌های شورشی در داخل که قیام و سازمان یافته کرده، از حالت خود به خودی خارج کرده، فرم داده، شکل داده. چون میدونید کانون‌های شورشی الان در سراسر ایران همه جا حضور دارن خوشبختانه. رژیم خمینی هم تلاش کرد که اینا رو از بین ببره، ولی ببینیم تو هر شهر، مدرسه، دانشگاه، تو هر کارخونه و تو اقشار مختلف جامعه، تو هر محله اینا حضور دارن. از فعالیت هاشون هم دیده میشه این فعالیت ها خودش نمودیست بر به شما عرض کنم که سمت و سو دادن. به جامعه قیام آبان ماه دیدیم فعالیت کردن، مردمون خشم و ارائه دادن، دستگاه های رژیم رو در هم شکستن. الگوش همون فعالیت های کانهای شورشی بود که این گونه تونست این گستردگی در دو روز، اگر این قیام چند روز طول میکشید مثلا این رژیم سرکوب. به این دلیل خامنه‌ای هم دستور سرکوب شدید داد. سابقه نده 1500 نفر شهید، 12 بیش از 12000 نفر دستگیر، 4000 نفر مجروح در تقریبا 191 شهر این گستردگی پیدا کرد. خب این دوران سرنگونی رژیمه، شک نباید کرد، دوران سرنگونی و چیز نباید. از اون طرف هم یک آلترناتیوی است، جایگزینی است که رهبری این قیام رو به عهده داره و پیش میبره. به این دلیل اگر من بخوام بگم براتون وضعیت قیام به این صورته: رژیم در بدترین وضعیت، در بحرانی ترین وضعیت قرار داره. از اون طرف این مقاومت، مجاهدین و جنبش مردمی در بهترین، در بالاترین نقطشه. خوشبختانه صحنه بین المللی هم اون کمک های امداد غیبی که به رژیم میرسید، اینا هم آنچنان دیگه کمک ها خیلی قطع شده. برای این سیاست کثیف مماشات که مستمر به این رژیم مدد میرسون، در سرکوب این جامعه خون تزریق میکرد و امکانات در اختیارش قرار میکرد، این بخش زیادیش الان این سیاست فهمیدن که از این رژیم آبی گرم نخواهد شد. به همین دلیل این وضعیت از یک طرف مقاومت، در طرف مردم ایران و رژیم خمینی که در وضعیت بحرانی قرار داره. بله، بسیار تشکر میکنم آقای برایی از تمام توضیحات روشنگری که دادید. خواهش میکنیم، خیلی ممنون. تشکر میکنم از شما که همچه فرصتی دادید، به خصوص روز 22 بهمن
که انشاءالله این روز تاریخی برای مردم ایران به زودی اون هدفی که مردم ایران داشتن برای آزادی به زودی محقق خواهد شد. ما سرنگونی این رژیم منحوس. بله، متشکرم از شما. خواهش میکنم. بله. خمینی در شروع قیام‌های مردمی و تا قبل از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی مطالبات مردم رو در هر زمان و هر موقعیتی تکرار می‌کرد. اما اون چرا که نمیشه از دید مردم پنهان کرد، بی‌عملی اون در دوران حاکمیت دیکتاتوریه. درست در همون زمانی که فرزندان پیشتاز این خلق دست دسته به چوبه‌های تیرباران یا تخت‌های شکنجه بسته می‌شدند. جوانانی که با تمامی توش و توان خودشون به مبارزه با دیکتاتوری مشغول بودند. فقط با معیار و محک مقاومت و پرداخت بهای آزادی در هر شرایطی هستش که میشه تفاوت یک نیروی مقاومت مشروع رو با یک شیاد سیاسی یا یک مدعی کم‌مایه تشخیص داد. یک انقلابی واقعی و یک رهبر حقیقی رو درست در همون جایی میشه شناخت که تاریکی و ظلمت دیکتاتوری همه جا رو فرا گرفته و در حالی که دیگران به دیکتاتوری تمکین و کرنش می کنند، یکی هست که برخلاف جریان آب شنا می کنه و در اوج سرکوب و پیدا نبودن راه نجات نوید رهایی و پیروزی می ده و بهای حرف و پیامش رو هم هرچه باشه می پردازه. ببینید، حرف زدن از استقلال و آزادی خیلی ساده است، اما پرداخت تابونش خیلی مشکله. معروفه که اشیا رو به ضدشون میشناسند. این یک شناخت عمیقه. پس آزادی خواه واقعی رو از کجا میشود شناخت؟ از نوع رابطه ای که با ازداد آزادی تنظیم میکنه. اما اگر بیستیم، اگر مقاومت کنیم، علاوه بر همه کشته‌ها و اسرایی که باید بدید، اون وقت ده‌ها و صدها مارک از توتالیتر و انحصار طلب گرفته تا غیر دموکراتیک و وابسته به امثال هم بایستی که موشه جان کنید. شگفتا، چه کسی بود که از کاندیداتوری ریاست جمهوری رژیم خمینی به خاطر بایکوت ولایت فقیه گذشت؟ غیر از مجاهدین؟ چه کسی پرچم مرگ بر خمینی برافراشت وقتی که بقیه هنوز به خط به اصطلاح ضد امپریالیستی امام چشم دوخته بودند؟ چه کسی در هر کجای این کشور و این میهن، از تهران تا اقصی نقاط کردستان، وقتی که حقی از کسی تضییع میشد پرچم حق طلبی برمیافراشت؟ از زنهایی که میخواستند اونها رو به زور وادار به حجاب اجباری بکنند تا آلونک نشین ها و اقلیت های مذهبی. وقتی خمینی علیه مطبوعات تاخت و تازش رو شروع کرد، چه کسی سینه سپر کرد؟ که بود که به دفاع از حقوق زنان برخاست؟ به هر حال در مقابل همه حمله ها و هجوم ها و طعن و لعن ها و نیش و خنجرها ما گوشمون بدهکار نبود. همه چیز رو به جون خریدیم. برای ما هم آسون بود که در خارج بنشینیم و مثل خمینی ریاکارانه به همه لبخند بزنیم، با همه خودمون رو همراه نشون بدیم.
از برنامه دادن تفره بریم، مرزهامون رو با دیگران روشن نکنیم و فقط بر وحدت‌های سوری انگشت بگذاریم. ولی مگر هدف کسب سریع قدرت به هر قیمت و به هر وسیله بود؟ نه، ما چنین هدفی نداشتیم. اگه هدف این بود، خیلی زودتر از اینها در قدرت بودیم. مبالغه نمی کنم، اما همه اینها پرداخت بهای سنگینی رو طلب می کرد و ما اون رو پرداختیم. بینندگان عزیز، ویژه برنامه خروش بهمن رو امشب به پایان میبریم، اما حکایت همچنان باقی است. داستان، داستان خلقیه که اکنون 113 ساله که برای آزادی قیام کرده و در این راه بهترین فرزندانش رو تقدیم کرده و با برداشتن گامهای بزرگی مثل انقلاب مشروطه، جنبش جنگل، نهضت ملی به رهبری دکتر محمد مصدق و انقلاب ضد سلطنتی، اکنون با حمایت یک مقاومت سازمان یافته و با انبوه جوانان قیام آفرین به پا خواسته و کانونهای شورشی بیش از همیشه به پیروزی نزدیک شده. با امید و یقین به فرا رسیدن بهاران آزادی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. پیروز باشید.